بنابر آماری که مجمع دفاع از حقوق شیعیان هند در سال 2021 اعلام کرده، تعداد شیعیان هند 5% از جمعیت هند را تشکیل می دهند. هر سال مراسم و مجالس عزاداری با شکوهی در نقاط مختلف هند برگزار می شود. شیعیان در شهر لکنوی هندوستان نیز امسال با جامعه های مشکی ماتم به استقبال محرم رفتند. همه ساله با فرارسیدن ماه محرم، شیعیان در شهر لکنوی هندوستان با پوشیدن لباس مشکی در مجالس و هیئت‌های عزاداری شرکت نموده و شعائر امام حسین علیه السلام را زنده نگه می‌دارند. آنها انواع مختلفی از عزاداری مانند سینه زنی، زنجیر تیغی، عزای خار، عزای شیشه و غم زنی را در طول ماه‌های محرم و صفر انجام می‌دهند. از جمله این های عزاداری آنها که همه ساله در لکنو برگزار می شود، مراسم عزای ذریح موم است. نقطه شروع حرکت این قافله عزا حسینیه بزرگ آصف الدوله در منطقه حسین آباد لکنو می باشد. عزاداران هندی با طی مسافت 1 کیلومتر در حالی که ذریح موم را بر بالای دستان خود حمل می کنند، خود را به حسینیه محمد علی شاه می رسانند. ذریح موم در واقع ذریح نمادین حرم امام حسین علیه السلام است که به آن تعزیه هم گفته می شود. لازم به ذکر است این عزا همه ساله به عنوان آغاز ماه عزا انجام می شود. فاطمه موسوی، اخبار شیعه. حالا حجت الاسلام و المسلمین ادیب هندی وکیل آیت الله العظمی شیرازی از شهر لکنوی هندوستان با ما همراه هستند. سلام علیکم، وقت شما بخیر. علیکم السلام و رحمت الله از ناجور و نواجورکم، وقت شما بخیر. کمی بیشتر از آیین عزای ذریح موم برای ما بگویید، بفرمایید. سلام خدمت شما. ذریح موم که به عنوان روز آغازین ایام عزا در شهر لکنو و در هندوستان در زمان قدیم، زمانی که پادشاهان شیعه در لکنو حکومت می‌کردند، تقریبا 200 سال قبل این برنامه شروع شد و از حسینیه آصف الدوله این ذریح که نماد همون حرم امام حسین علیه السلام هست، به عنوان این که امام حسین در خونه ما اومده، به عنوان این عزاداری را شروع میکنیم، از حسینیه آصف الدوله که حسین بزرگ بهش میگن حرکت میکنه با تمام تکلیفات اون زمان دولتی بود، الان بهش هم شاهی میگن چون موقوفات زیادی برای این مراسم وقف شده، هنوز ادامه داره ولو در دست دولت هست ولی ادامه داره و تقریبا 3-4 ساعت میگشه این زدی، تقریبا یک مسیر 1 کیلومتر خورده ای را طی کنه و از حسینی آصف الدوله حرکت کنه تا حسینی محمد علی شاه که بهش حسینی کوچیک میگن و تقریبا عموم شیعیان لکنو در این برنامه شرکت میکنن و حتی غیر شیعه در این برنامه شرکت میکنن و این را به عنوان آغاز ایام عزا و ایام سوگواری ابا عبدالله وام. جناب ادیب هندی، در شهر لکنو چه عزاداری های دیگری برگزار میشه؟ در شهر لکنو الحمدلله از زمان قدیم عزاداری سیدی فاضل علیه السلام به نحو خوبی، به نحو عالی، به همه جور عزاداری ها اینجا انجام می شود. هم سینه زنی هست، هم زنجیر زنی، بیشتر زنجیر چاقویی و غمه. البته غیر از این یا هم تازی خانی، مرثیه خانی و مجالس هایی که از صبح زود تا آخر شب ادامه داره در شهر، در حسینی های مختلف به عنوان عزاداری سید الشهدا اینجا هستند. روز هفتم به عنوان نمادین عروسی حضرت قاسم علیه السلام هم برنامه هست در حسینی بزرگ حسینی آصف الدوله. روز هشتم یک برنامه خیلی جالب هست، چون هندکتو یک رودخانه داره، از کنار رودخانه علم عبدالفضل عباس علیه السلام را به عنوان یاد همون علم عبدالفضل عباس برپا می کنند، از کنار رودخانه بلند می شه و میاد طرف حسینی غفران ما. روز نهم شب عاشورا و شب عاشورا همینجوری برنامه مفصل از اول محرم تا هشتم ربیع الاول
ادامه دارد و در خونه ها هم عزاداری ماشاءالله مستقر است، خصوصا در زنان عزاداری زنانه خیلی زیاد توی لکنو رواج دارد و به نحو احسن الحمدلله عزاداری سید الشهدا را انجام می دهد. به طور مختصر از میزان همکاری و مشارکت حکومت هندوستان و همچنین مردم غیر مسلمان هند در برپایی عزای حسینی برای من بگویید. عرض خدمت شما، خود همکاری دولت هم در دولت ایالتی هم دولت مرکزی برای مناسب عزا خیلی عالی هست، برای محافظت از اینکه مثلا کسانی اذیت نکنند از داران، البته نیستیم اذیت، ولی باز هم برای اینکه انسان بازی وقتا مشکلات پیش بیان خیلی خوب همکاری میکنه دولت، راه ها را بسته میشه، ترافیک مشکل نپیدا کنه، ابرای از داران راه باز میشه، مشکلی نداشته باشن. غیر مسلمانان هم خیلی فعالیت دارن، نظری و تقسیمی ها، آب دادن به عزاداران و همچنین تو روز عاشورا معمولا شیعیان را پیاده میرن تو این مسیر 7 کیلومتری، این را با آب اول این کل مسیر را پاسازی می کنند و سبیل های آب به لیس بسیر شده هم مسلمانان و هم غیر مسلمانان و هم از طرف دولت داده می شود و همکاری خیلی خوبی در این زمینه دارد. بله، با تشکر از حجت الاسلام و المسلمین ادیب هندی که با ما همراه بودند.